السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخشی خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ باز منظور شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابر. در حضور پرزیدنت شوکت میرزیایف 6 فوریه آید به تدبیرهای به ترتیب انداختن نظام نظارت در ساحه تامینات انرژی جمامت برگزار گردید. در جمامت مشکلات نظام انتقال و حساب و کتاب برای ذخیره های انرژی از نقطه نظر تنقیدی تحلیل کرده شدند. سردی های ماهی انور روشن نشان داد که اداره کنی و نظارت در این ساحه خیلی سوز شده است. برخلاف حسابات تشکیلات های متصدی در باره آنکه نظام افتوماتی کنانیده شده حساب استعمال قوای برق 92% به حسابگیری افتوماتی کنانیده شده استعمال گزی طبیعی 98% جاری شده است، قرض دبیتوری بنابر این نمودهای ذخیره ها هنوز بلند باقی میماند. اداره های ناحیوی تامینات برق و گاز برای پیوست شدن به شبکه ها به حساب و کتاب و تحلیل درست اجازت می دهند. مثلا ترانسفورماتر های 120 محله شهری تاشکند ماه 5-6 مراتبه تعمیر کرده می شدند، زیرا آنها به سرباری تاب نمی آوردند. درجه دزدی در این ساحه خیلی بلند می باشد. تنها در ماه دکبری سال گذشته بنابر زیاده از 12,000 حادثه غیرقانونی استفاده بردن قوه الکتر و گاز به مبلغ 600 میلیارد سوم ضرر آشکار کرده شد. از بالای استانسیه های گازپرکنی افتومبیلی نظارت منتظم جاری کرده نشده است. با نظر داشته این درباره جاری نمودن نظام نوی پرزور نمودن نظارت و تأمین والاییت قانون در ساحه انرژیتیکا قرار قبول شد. وظیفه گذاشته شد که نظام نظارت انرژتیکی به مهلت 2 سال به ترتیب فوق‌العاده کار گذرانده شود. آید تکمیل دادن فعالیت از انرگو انسپکسیا و بیوروی اجرای مجبوری جاری کردن مناسبت های نو به تنظیم پیوستن به شبکه های قوه برق و گاز طبیعی سپاریش ها داده شدند. در جمامت همچنین مشکلات انفراساختار انرژتیکی بررسی شد. از جمله وظیفه گذاشته شد که خریطه رقمی شهری تاشکند با مشخص نشان دادن جایگیرشوی قطعه های زمین، اقتدار انفراساختار انرژتیکی، کمونالی و اجتماعی به سودا گذاشته شونده به کار درآورده شود. در جمامت شخصان مسئول دایر به تطبیق نظام نو معلومات دادند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف دیروز سفیر فوق‌العاده و مختار چین را به حضور پذیرفت و در آن اهمیت عمیق‌سازی منبعده همکاری های بسیار جانبه ازبکستان را با چین قید کرد. شرح نوبتی ما در همین خصوص. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف 6 فوریه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری مردمی چین سیزیان یان را که رسالت دیپلماتی خود را انجام می‌دهد به حضور پذیرفت. سرور دولت ما فعالیت پرثمر و سعی و کوشش فعالانه سفیر را جهت تحکیم مناسبت‌های دوستی و شریکی همه‌جانبه استراتژی ازبکستان و چین با قناعتمندی قید نمود. ماه سپتامبر سال گذشته سفر دولتی رئیس جمهوری مردمی چین سی سیزینپین به ازبکستان با موفقیت انجام یافت. در طول چند سال آخر معاملات مال 2 برابر، مقدار لایحه و کارخانه های مشترک 3 برابر افزود. لایحه های بزرگ سرمایه گذاری و انفراساختاری عملی می شوند. همکاری های عملی برای پیشبرد لایحه ساختمان راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان آغاز یافت. مبادله فرهنگی و گومانیتری گسترش یافته در ساحه های تعلیم، تندرستی، باستان شناسی، سیاحی و دیگر سمت ها برنامه های مهم عملی می گردند. سفیر سیزیان یان برای سهم شخصیش در نائل شدن به سطح زمانوی همکاری های دو جانبه با فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان با مکافات عالی دولتی مملکتمان اردن دوستی مکافاتانیده شده است. شوکت میرزیایف در مراجعت نامه خود به خلق ازبکستان به پرینسیپ دولت اجتماعی توجه خاصه ظاهر نموده بود. به عباره دیگر دولت اجتماعی پیش از همه امکانیت های برابر عملی نمودن نیروی انسانی، فراهم آوردن شرایط ضروری برای زندگی شایسته مردم، پست کردن سطح کم بضاعتی می باشد. اساس نائل شدن به این پیش از همه تعلیم و باز تعلیم است. از این رو امروز در ازبکستان به مکتب بچگان آموزانیدن کمش 2 زبان خارجی و 1 کسب وظیفه اولین درجه معین شده است. موضوع را دوام می دهیم.
سالهای آخر توجه به معارف و آموزگاران زیاد شده، شماره قبول و رخصت ها به مکتب های عالی زیاد شد، اما صفت کاری مکتب ها هنوز به درجه ضروری نرسیده است. مثلا خواننده ای که 11 سال در مکتب تحصیل کرده است، زبان خارجی را مکمل نمیدوند. در مکتب به خواننده کسب هنر آموزانیده نمی شود. از این رو 50% ختم کنندگان مکتب ها از سبب نداشتن کسب به بازار مهنت وارد می شوند. از این لحاظ در جماعت های پرزیدنت مساله های بلند برداشتن صفت تعلیمی زبان های خارجی و راهنمایی خوانندگان به کسب هنر مورد بررسی همیشه قرار می گیرد. جوانی که پس از مکتب کسب و زبان آموخت دستاورد بزرگ جامعه ماست. کسی که آن را نمی داند مشکل است، گفت شوکت میرزیویف. برای تطبیق این تجربه از هر منطقه یک شهر و دو ناحیه انتخاب کرده شد. در آنها شرایط زیاده از 2000 مکتب، تخصص پدگاگ ها، شوق و هوس طلبگان به کسب و هنر و زبان های خارجی آموخته شد. اکنون از روی خصوصیت های ناحیه و محله ها پیش بینی کرده شده است که در خود مکتب از روی 64 کسب گوناگون کارگری طلبگان تیار کرده شوند. از این رو به ذمه حاکمان وظیفه گذاشته شده است که در این مکتب های انتخاب شده استخوان های کسب تکنیکی تشکیل نموده، آنها با اسباب و انجام ضروری تامین نمایند. در این کار سروری جوانان و صاحبکاران جوان نیز جلب گردیده، از فوند جوانان مبلغ روانه کرده می شود. در نوحی سوق باشد برای اجرای سپارش از امکانات داخلی خود استفاده برده، در مکتب ها محفل های کسب و هنر براه مانده شده است. در مکتب رقم 18 محفل های دو زندگی و اختراع کاران جوان عمل می کند و به آن اساسا خوانندگان صنف های بالایی از روی کسب انتخاب کرده شان، یعنی کسب دوست داشته شان جلب کرده می شوند. دختر بچه هایی که در صنف 8 می خوانند الک سر و اسرار دوزندگی را قسما باشد هم از خود کردند. ما در مکتب رقم 18 من شخصا از فن تکنولوژی درس می دهم. در صنف 5 تا صنف 8 ما دو ساعت درس سرویس، خدمت سرویس رسانی و پزندگی می گذرانیم، دوزندگی می گذاریم. از صنف 8 ما با انتخاب کسب بچه های تیار می کنیم. ما در دوام همین درس ها با بچه ها دوزندگی، پزندگی، بافتن، هر خیل گله های ساختنش ما با بچه ها می آموزانیم. بسیارتر در صف 8 و 9 ما یک ساعت درس آماید، در دوام یک هفته یک ساعت. در این ما انتخاب کسب بسیار اهمیت می دهیم، چون که حاضر کسب اساسی بچه ها برای خودشان انتخاب کرده گرفتنشان لازم. برای همان با ما بسیارتر توصیه می دهیم و انتخاب کسب بسیارتر ما اهمیت می دهیم. ما حرکت میکنیم بسیارتر پزندگی، دوزندگی، هنرمندی در این صنف 8 ساحه های الکتروتکنیک، هر خیل ساحه ها رو میآموزانیم نسبت کسب های خودشون. تا ختم صنف 11 هم خوانندگان علاقه صاحب یگان کسب شده میتوانند؟ البته، البته میتوانند برای یگان کسب صاحب شوند. مثلا دوزندگی، پزندگی در دوام از 5 تا 9 صنف همه ساحه های از بر کرده میگیرند. خصوصا دوزندگی و بافندگی ما بسیارتر اهمیت میدیم. محفل ها تشکیل کرده شدیم، اختراچیان جوان و دستان ماهر، منش ما خودتون دیده استاده شاهده اید، ما همین چیزهای با بچه ها گذشته استاده ایم. هر هفته روزی پنجشنبه ما دستان ماهر و محفلش انتخاب کرده گذشته استاده ایم. پرزیدنت شوکت میرزیویف در یکی از برآمدهای خود ذکر نمود که صاحب کاران و استحصال کنندگان از مسئله کادر خیلی عذاب میکشند. جایهای خالی زیادند، معاش خوب دارند، اما کارگری دارای معلومات و اختصاص نیست. اگر نظامی در مکتب آموزانیدن کسب و هنر درست براه مانده شود، با افزایش دموگرافی ما نتیجه های بزرگ به دست آورده ممکن است. واقعا این تشبث بسیار سری وقتی بوده. اگر ثمرناک براه مانده شود، من بعد ختم کنندگان مکتب اگر به مکتب عالی داخل شدن نتوانند، از روی کسب آموخته می توانند ارهابه زندگی را کشند. امید داریم که در مکتب های ناحیه سوخ برای آموزانیدن کسب به خوانندگان صنف های بالایی چاره و تدبیرها اندیشیده شده، این نظام درست براه مانده می شود. معنویت و معرفت عامل اساسی است که رشد جامعه، کمالات ملت و کمالات شخصیت به آن وابستگی قوی دارد، یعنی معین میکند معنویت. زیرا تنها وقتی که معنویت رشد میکند، ثبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در جامعه به وجود میآید و در جایی که آدمان روشن فکر و با معرفت، صاحب عقل وجود دارند، کشور و ملت رشد میکند. توجه کنید.
در این زمان در شرایطی که در مناطق گوناگون جهان دیگرگونی های عمیق در منظره اقتصادی و اجتماعی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی به وقوع می پیوندد، در شرایطی که اختلاف عقیده های گوناگون تیز و تون شده ایستاده است، با اندیشه بر ضد اندیشه و با معرفت بر ضد جهالت مبارزه بردن از هر وقت دیده مهمتر است، زیرا اگر به مقابل آن با زوری مبارزه برده شود در جامعه جاهلیت حکمران می شود. در این مورد گفته های امام بخاری که غیر از علم نجات نیست و نخواهد شد درست است. بهری به نسل جوان عمیق در کنانیدن مضمون این سخنان پرحکمت امام بخاری، دور ساختن آنها از غایه های ویرانکار و بیگانه، تربیه نمودن آنان در روح وطن دوستی و انسانی از هر جهت کامل، در مکتب ها تحت شعار با معرفت بر ضد جهالت مبارزه بردن چاره‌بینی ها برگزار می‌گردد که چنین چاره‌بینی در مکتب های رقم 18 و 27 ناحیه سوخ برگزار گردید. در چاره‌بینی آنهایی که به سخن برآمدند ذکر نمودند که برای تربیه انسانی کامل و نسل سالم تنها از علم میتوان استفاده برد. یگانه راه نجات این علم است. برای از هجوم غایه های بیگانه امین داشتن نسل فردا، ما را لازم است که آنها را برای آموزش علم و دانش جلب نماییم، زیرا فرد صاحب علم هیچگاه به دام غایه های ویرانکار گرفتار نخواهد شد. در مؤسسه‌های تعلیمی آید به موضوع جهالت که قرش معرفت تدبیرها تشکیل کردن سر شد. من از امروز سر کرده در هر یک مکتب های ناحیه امان تدبیرها دوام دارد. اساس مقصد تشکیل کردن این تدبیرهای امان بلند برداشتن معنویت یوشمو جوانان امان و از غایه های بیگانه دور نمودن عبارت است. تدبیرها در هر یک مکتب های ناحیه امان دوام میکند و ما حرکت کرده شدیم که این ثمره خود را میدهد. هیچ یک قدرت ملت دارای معنویات بلند با اعتقاد قوی و ارزش های ملی خود استوارانه زندگی میکرده را مغلوب کرده نمیتواند. در نزد اراده متین او دشمنان نیز سری تعظیم فرود میارند. در همین راه جوانان امروزه را تربیت نمودن ضرور است. در دوام چاره‌بینی در مکتب های رقم 18 و 27 فیلم سراب که آید جوانان رهگم زده سوی کشورهای ناآرام رفته نمایش داده شد که آن نفرت جوانان را نسبت غایه های ویرانکار باز هم زیاد نمود. در دل جوانان نسبت صلح و امنیت بر این نعمت بی‌بها مهر و محبت را خیلی افسود. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد. ورزش با برابر مستحکم ساختن سلامتی و اراده در انسان خصلت های چالاکی و جوانمردی و متانت و دلیری را شکل می دهد. از این جهت در کشور ما برای جلب جوانان به ساحه مذکور و ترغیب طرز حیات سالم توجه زیاد داده می شود. امروز ها با تشبث سرور جوانان، رئیسان محله ها در محله های ناحیه سوخ مسابقه های گوناگون ورزشی گذرانیده می شوند. موضوع را در مثال جماعه های شهروندان محله های لیمبور و چشمه دوام می دهیم. مقصد از تشکیل مسابقه های ورزشی بین جوانان محله های ناحیه سوخ با برابر جلب نمودن آنها به نمودهای مختلف ورزش، مضمون‌ها گذرانیدن وقت خالیگی آنها می باشد. در محله چشمه با تشبث رئیس محله اسخرجان یولداشف و سرور جوانان فروخ محمدجانوف، مسابقه بین جوانان محله های ناحیه سوخ از روی نمود فوتبال برگزار گردید که این مسابقه واقعا جوانان محله های ناحیه را متحد کرده توانست. مسابقه نزدیک 3 روز دوام کرده، نهایت دسته غالب معین کرده شد و به بازینگران بهترین و جماعه غالب تحفه های گرانبها های حامیان و افتخارنامه های مخصوص اگنتی کار با جوانان ناحیه سوخ و رئیس جمعی شهروندان محله چشمه تقدیم کرده شد. در دهه لیمبور باشد، مسابقه از روی والیبال بین جوانان محله های ناحیه گذرانیده شد و 3 روز دوام کرد. مسابقه با بحث و تلاش های زیاد شده گذشت و نهایت جماعه بهترین غالبیت را به دست آورد. در مراسم تقدیرنامه‌سازی مسئولان اشتراک کرده به بازینگران بهترین و جماعه غالب تحفه های خاطروی حامیان را تقدیم نمودند. در مسابقه مذکور جوانان ناحیه خیلی فعال اشتراک کردند و می توان گفت که مسابقه نیز در متحد ساختن جوانان ناحیه سوخ اهمیت بسا مهم کسب نمود. می توان گفت که گذرانیدن این گونه مسابقه ها در مضمون‌ها گذرانیدن وقت خالی جوانان و کشف ورزشکاران جوان و رغبتناک ساختن آنها نقش مؤثر دارد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می‌دهد و در این صحیفه البته خبرهای مهمترین کشور جای گرفته است.
به مناسبت 30 سالگی رشته های دیپلماتیک جمهوری ازبکستان و ترکمنستان، پرزیدنت کشورمان شوکت میرزیایف به پیشوای خلق رئیس مصلحتی خلق ترکمنستان گوربانگولی بردمحمدوف تبریک روان کرد. طوری که خبرداری دیروز در یک چند مناطق کشور ترکیه زمین لرزه به وجود آمده، انشاءات ها آسیب جدی دیده، زیاده از 3000 نفر بر اثر آن هلاک شدند. در زیر ویرانه های ترکیه جسد یک نفر ازبکستانی یافت شد. در ولایت حتای ترکیه که یک گروه ازبکستانیان در آنجا کار میکردند، در زیر ویرانه ها جسد بیجان یک نفر آنها یافت شده است. حالا 4 نفر دیگر بیدرکند. برای پیدا نمودن آنها خلاصکاران خادمان وضعیت های فوق العاده در حرکتند. خدمات آب و هواشناسی ازبکستان پیشگویی آب و هوا در قلمرو ازبکستان را برای روز چهارشنبه 8 فوریه اعلام کرد. طبق معلومات آن، پگاه در بعضی منطقه های کشور هوا تا 20 درجه گرم خواهد شد. هموطن ما یعنی شهروند ازبکستان که در ترکیه قرار داشت، به یکی از تلکنال های این کشور انترویو داد. گفت که خانه ما نوکک فرو رفت، حالا در کوچه هستیم. تا کنون بر اثر زمین لرزه 3432 نفر به هلاکت رسیدند، 21103 کس معیوب شدند. عملیات نجات دهی ادامه دارد. بینندگان عزیز، صحیفه خبرهای ازبکستان به بخش خبری پیام روز انجام می بخشد و در آخر به یکا یک شما بار دیگر همین را علاهیده تاکید کرده گذشتنیم که اگر فکر و درخواست و یا یگان مشکلات داشته باشد، به کانال تلگرامی ما مراجعت نمایید و ما البته در اساس وکالت و البته در دایره قانون برای آموختن مشکلات شما و تا قدر امکان حل نمودن آن سعی و حرکت خواهیم کرد، زیرا تلویزیون سرخ از آن شما و تنها به منفعت شما خدمت میکند. سلامت باشید.